خیلی خوشحالیم که باز فرصتی دست داد تا در خدمت دکتر علی‌قلی محمودی بختیاری استاد پیشین دانشگاه‌های کشورمون باشیم. دکتر علی‌قلی محمودی بختیاری نویسنده، شاعر و محقق در زمینه ادبیات و فرهنگ ایران زمین. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم از اینکه باز این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. این گفتگوی ما بیشتر در ارتباط با خسرو و شیرین و منظومی که نظامی این رو به نظم در آورده بیشتر پرهوش محور خسرو و شیرین هستش. خیلی خوشحال میشم که در ابتدا بفرمایید که نظامی در چه قرنی زندگی میکرده و شرایط زندگی در اون قرن از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کشور ما به چه شکل. به طور کلی من اینو عنوان کنم که این یه اصطلاحی ما داریم که چی گفته مهمه، نه کی گفته. ولی در این حال خب الان موضوع روی کی گفتم توجه شد، دقت شد. این نظامی و خاقانی هم دوره بودن، قرن ششم، و دوستم بودن با هم دیگه. به طوری که نظامی میگه وقتی که خاقانی زودتر از نظامی میمیره، میگه همین گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی. این نشون میده که خاقانی زودتر از اون بود. اما مهم این است که هرچه خاقانی درشت و سخت و زمخت سخن گفته و عالی در اون فرگشتش، در اونجایی که اصطلاحی که من عنوان کردم 180 درجه تغییر کرده، ولی نظامی گفتارش و لحن گفتارش یک خاصیت ویژه‌ای داره و شاید من میتونم بگم که کمتر کسی در مورد زندگی و عشق و هنر به اندازه نظامی هم سخن تونسته بگه. یعنی کمتر استادان ما توجه کردن که نظامی تمام نیروش درباره شرح، درباره هنره. کسی میگه هنر چیه؟ حالا من اومدم تاریخچه هنری که جزء فرهنگ و تمدن ایران بود که باید به دانشجوام درس میدادم، خب این کتاب رو یادداشتش همینجور مونده، شاید در حدود 1000 صفحه، ولی من یک موضوع هنر رو عنوان کردم که فقط روی نظامی و به خصوص روی شیرین خسرو محدود کردم سخن خودم رو. به طور کلی بهتون بگم که این نظامی قرن ششم بوده، ولی این 5 گنج داره، واقعا 5 گنج که مهمترینش شیرین و خسرو. من نمیگم خسرو و شیرین، شیرین و خسرو، یعنی همیشه زن جلوتر میاد. شیرین و خسرو، لیلی و مجنون، بهرامنامه یا هفت پیکر که من اینو به صورت هفت نگار در هفت تارا شرح دادم و بقیه کار. اما در این شیرین خسرو شما هم مفهوم زندگی رو، هم مفهوم هنر رو، هم مفهوم عشق و زیبایی رو اصلا حس میکنیم. حالا چرا استادان ما کمتر به این مسائل توجه کردن؟ این یه ایرادی است که از قدیم بوده. همیشه استادای ما، حتی استادای من که مثلا مثل استادای بزرگ مثلا بدیع‌الزمان فروزانفر و امثال اینا، حتی درباره مولانا که دیگه تخصص بدیع‌الزمان بود که هم دیوان شمس رو درست کرده، ویرایش کرده، هم اولین کسی است که دفتر اول مثنوی رو در 3 جلد شرح کرده، ولی به اون نکته های اصلی که آموزنده برای نسل انسانه توجه نشد. خب اون که میدونی در عارفان راز من این مطلب رو درباره استادمون و هم مولوی گفتیم. ولی حالا بیم سراغ نظامی. این نظامی حالا من الان براتون شرح میدم که شاید هیچ نیازی نیست که باز بحث و گفتگو هم بکنیم، همینطور من روایت بکنم. نظامی اول نیاز زندگی رو شرح میده، میگه این انسان اگر شادیم، اگر در همین شیرین خسرو هم، اگر شادیم اگر غمگین در این دیر، نیم ایمن ز دوران کهن سیر. چو می باید شد از این دیر ناچار، نشاط از غم به او شادی ز تیمار. شما اون چه که در حافظ و دیگران همین میبینین جوهرش رو به اینجا میرسه که ما توی دنیا زندگی میکنیم، دنیا رو تشبیه کرده به یه دیر. در اینجا ما میگیم چه اگه غمگین باشیم یا شاد باشیم، اون چه که چون همه مون باید از این دنیا بریم، مرگ حق نیست، پس
مصلحت اینه که در این مدتی که زنده هستیم شاد باشیم. این بهترین سخنیست که یک انسان گفته. حالا شما میخواد برو از سقراط و افلاطون و ارسطو بگیر یا بیا به کانت و امثال اینها، هیچ فرقی میکنه. یعنی این نظامی میبینیم یه چیزایی گفته که از همه زیباتر. اگر شادیم اگر غمگین در این دیر، نه این ایمن ز گفتار کهنسه ز دوران کهنسه، چون میباید شدن زین دیر ناچار، نشاد از غم به او شادی زدی بود. ما که میخوایم همه خواهیم شب دور هم جمع شدیم چرا شاد نباشیم؟ اون وقت عشق رو هیچ کس باز بهتر از نظامی نگفته. اصلا معلومه که حافظ توجه به نظامی داشته. یک نکته که حافظ میگه، یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب از هر زبان که میشنوی نامکرر. ولی عشق رو نظامی مثل اینکه درست مثل یک فیلسوف، یک دانشمنده که اومده قوه جاذبه عالم رو شرح بده، شرح داده و چی گفته؟ میگه هر اون جوهر، جوهر میزنی یعنی مثل ما، ستاره، خورشید، زحل، زمین، اینا رو حق رو ما میگیم یک جوهر. هر آن جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارند میل مرکز خیش. طبایع جز کشش کاری ندانند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. چون نیکو بنگری از راه بینش، به عشق است ایستاد آفرینش. این آفرینش، این زندگی، این هستی بر پایه عشق. عشق اون جاذبه است که به وجود میاد و این عالم. شما تعجب میکنید این زمین یک کره است، میگرد این دریاها، این ارگانوس ها چرا نمیریزن؟ اون نیروی جاذبه هست که اینا رو همه رو نگه داشته. زمین در محور خودش میگرده، خورشید در محور خودش میگرده، ماه در محور خودش هم. چون نیکو بنگری از راه بینش، به عشق است ایستاد آفرینش. همان عشق است کاهن را بیاموخت، که خود را برد و بر آهن ربا دوخت. هیچ کسی بی زیبایی نگفته که ببین این آهن ربا رو میزنی اونجا، این براده های آهن رو میزنی اینجا، جذب میشن به اونجا. این عشق، اینه بشمیم عشق در انسان ها، در جانوران، در طبیعت هم همین عشقه که این زندگی رو به این صورت نگه داشته. حالا این عشق رو نظامی آورده روی شیرین و خسرو در این داستان. دکتر من میخواستم برای اینکه بیشتر برای نسل جوان، چون ممکنه که بیشتر جوانهای ما که خارج چه تو ایران زندگی میکنن چه خارج از کشور هستن، اصلا ندونن که گنجه کجا بوده، تیزفون که پایتخت ایران بوده در زمان خسرو پرویز کدوم نقطه ای از ایران قرار داشته، ایروان که زادگاه به اصطلاح شیرین بوده. میخواستم در نظر جغرافیایی در ابتدای توضیح بفرمایید و بعد دیگه اینا رو سخن دست خودتون. ببین اومده نظامی شیرین و خسرو رو انتخاب کرده، چرا؟ در حقیقت وحدت فرهنگ و زمین و کشور ایران رو هم مثل اینکه تو نظرش بوده. ما که نمیدونیم، ما که موقع نبودیم. من میگم یه راحت بیان میگن نظامی نشستی بود اونجا اون کار رو. ما که از کجا میدونیم؟ ما این کتاب رو که میذاریم جلومون اینو میخونیم. نظامی خودش اهل گنج است که حتی در بسیاری کتاب ها نوشتن این گنجه جایی بوده نزدیک قوم و عراق و اینجا. بعد در میبینیم با خاقانی هم دوره هستن، هم زمان هستن. ببین این جایی هست ما داریم به نام همه قفقازی که از ایران متأسفانه جدا شده. اران، اصلا خود اران یعنی ایران، کوتاه شده ایرانه. این اران بخش های متعددی داشته. ارمنستان که الان به نام ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان اینها شروع میشه. ببینید در قسمت ارمنستانش یک زنی فرمانروای اونجا بوده. اینا همه تابع ایران بوده. ایران به صورت یک کشور فدرال اداره میشده. شاه مرکز شاهنشاه ایران در تیسفون بوده. ببینید در کنار دجله بوده. پس نشون میده که این میان رودان، این جایی که حالا بهش میگن بین النهرین، مثل عراق و سوریه و لبنان و گرجستان و اینا، اینا همه بخشای غربی ایران بودن. دلیلش اینه که پایتخت ایران در دجله است، در کنار دجله است. پایتخت در مرز دشمن نمیذارن بیگانه. حالا در اینجا حالا میخواد که این رابطه ها رو نشون بده که هم در عین اینکه یه وحدت کشوری هست، یه وحدت فرهنگی هست.
اون چی که انسان‌ها رو به هم وصل می‌کنه فرهنگ، هنر، معرفت که بعد نیروی فرابرنده‌ش میشه عشق. این باعث میشه که دنیایی میتونه سرپای خودش بمونه و زیبا باشه. نظامی اومده وارد این صحنه شده. میگه وقتی که من داشتم در این باره ها صحبت میکردم، یکی اومد به من گفت که خب نظامی در قرن ششم هجریه. ببین این نظامی اومده گفت، یک آدمی اومد پلو من گفت که آها تو مگه مسلمان نیستی؟ اینا چیه؟ نه مردم گبر، این تاریخ گبرها هستن، خسرو پرویز و شیرین و از این هر و ارمنی ها. به من اینجور گفت در توحید زن کاوازه داری، تو که اینقدر شهرت داری در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری؟ نظامی میگه ز شورش کاری اون تلخ گفتار، ترش رویی نکردم هیچ در کار. ز شیرین کاری شیرین دلبند، فرو خوندم به گوشش نقطه ای چند. چو صاحب سنگ دید و نقش ارجنگ، فرو موند از سخن چون نقش بر سنگ. بعد اومد خواستم اینو بهت روشن کنم، داستان هرمز جانشین انوشیروان و داستان خسرو پسرش پرویز رو، که پرویز جوون بوده، خسرو پرویز بلند شده با نوکران خدمتگزارانش اومدن همینجور رفتن توی باغی بدون اجازه صاحب باغ، و این اسبا در اون باغ گشتن و درخت‌ها رو شکستن. صاحب باغ اومده گفته چرا اومدین بدون اجازه در این باغ؟ بعد گفتن چی میگی؟ پسر شاهنشاه؟ میگه پسر شاهنشاه باشه، بدون اجازه نباید کسی وارد باغ کسی بشه، ما در ایرانیم، ایران قانون داره. اصلا این نظامی میخواد اینو تلقیم کنه به ما که کشور ایران دارای قانونی بوده که امروز آرزوشه داشتن، نه دوره خودش، امروز ما آرزوشه داشتن. بعد میگه که وقتی این شکایت به هرمز برد، رفت به هرمز گفت پسرت اومده باقا من خراب کرده، گفت غلط کرده، میفرسته مأمورین رو ببینه آره دیگه مقدار درختار شکسته. میگه اسبش رو تمام وسایلش رو تصرف کن به جبران این خسارتی که به وارد شده، و خسرو رو میگیره، خسرو پرویز رو یک هفته تو زندان میندازه تا تنبیه بشه. اون وقت میگه این مطلب رو براش گفتم، گفتم سیاست بین که میکردند از این پیش، نه با بیگانه با دردانه خیش، با دردانه خیش با فرزند خودش. کنون گر خون صد مسکین بریزد، ز بند یک قلاده بر نخیزد. جهان ز آتش پرستی شد چنون گر، که باد از این مسلمانی تو را شهر. و این صحنه رو میگه بعد وارد صحنه شیر و خسرو میشه. میگه حالا ببینید در این مملکت یک زنی پادشاه یک قسمتی بوده، یا فرمانروا یک قسمتی بوده، این برای خودش استقلال داشته، و بعد روز زن که زن میتونه شوهرم نداشته باشه، همسر نداشته باشه و بهترین زندگی رو بکنه. خوب دقت کنید روی قسمت‌های نظامی. آیا این که میگم باید ببینیم چی گفته مهمه، نه کی گفته، این اهمیت داره. آره. اینجا میاد شروع میکنه، میگه بدون سوی کوهستان، بدون سوی کوهستان منظری چند، که باشد فرضه دریای دربند. زنی فرمانده است از نسل شاهان، شده جوش سپاهش تا سپاهان. همه اقلیم از ارمان تا به ارمن، مسلم گشته بر فرمان اون زن. اون وقت این زن زندگی رو به خوشی میگذرونه، میگه که نشست خیش را در هر هوایی، به هر فصلی مهیا کرده جا، به فصل گل یعنی بهار، به فصل گل به موغان است جاگش، دشت موغان رو که میدونید ها، به فصل گل به موغان است جاگش، که تا سرسبز باشد خاک پاگش. به تابستان رود بر کوه ارمن، خرامد گل به گل خرمن به خرمن. به هنگام خزان آید به ابخاز، کنه از زنجا به راب که باشد بر سکار شهید، شکارش هست پرواز خلاصه. میگه بیا تو ابخاز و اونجا برای شکار و اینها. زمستان را به برده میل چیل است، که برده را هوای گرم سیل است. نفس یک یک به شادی میگوشارد میشمارد،
جهان خوش خوش به بازی میگذارد. ندارد شوی، این نکته جالبه ها، برای زن میخواد دیگه، ندارد شوی و دارد شادمانی، به شادی میگذارد زندگانی. میگه سمیرا نام دارد اون جهانگیر، سمیرا را مهین بانوست تفسیر، ز مردان بیشتر دارد سترگی، مهین بانوش خوانند از بزرگی. در این مهمانسرای پیش در پیش، برادرزاده ای دارد دیگر هیچ. آره، این برادرزاده رو میاد توصیف میکنه. شما ببینید در عالم وجود از تمام هنرمندا، حتی از نقاشا، نمیتونن یه چنین تصویری رو روشن بکنن. در این مهمانسرای پیش در پیش، برادرزاده ای دارد دیگر هیچ. این برادرزاده چیه؟ میگه پری دختی، پری بگذار ماهی، به زیر مقنعه صاحب کلاهی، شب افروزی چون مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رتب چین، کمند گیسوان را تاب داده، عقیق لب به کوثر آب داده، خم گیسوش تاب از دل کشیده، به گیسو سبزه را بر گل کشیده، به مروارید دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور، نمک دارد لبش با خنده پیوست، نمک شیرین نباشد وان او هست، نهاده گردن آهو گردنش را، به آب دیده شسته دامنش را، دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز، بر آن پستان گل بستان درم ریز، به شمعش بر بسی پروانه بینی، ز نازش سوی کس پروا نبینی، تنش نسرین و رویش برگ نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین، شکرخند لبش را نوش خوانند، ولی عهد مهین بانوش خوانند. این دختر برادرزاده ولی عهد این بانوه، جانشین این باید باشه. حالا این بحثش رو شدیدین؟ این دختر با ندیمه هاش میره توی باغ گردش میکنن، از اون وقت به خسرو گفتن، به خسرو پرویز، که در ارمنستان از این مهین بانو خواهر برادرزاده ای داره که یک چیز وصفی داره بی نظیر در عالم. خسرو پرویز وقت وصفی میشه عاشقش میشه. بعد به شاپور که یکی از مردان بزرگ نقاش درباره خسرو پرویز، میگه من چجور میتونم به این دختر دسترسی پیدا کنم؟ میگه من این مشکل رو حل میکنم. شاپور بلند میشه میاد در ارمنستان، تصویر پرویز رو میکشه، خسرو پرویز رو، این نقاشی رو روی یک بوم عظیم خوب، اینه در اون باقی که شیرید با ندیمه هاش اومده، روی درخت آویزون میکنه. این دخترها که بیار یه دفعه میدن به شیرید، میگن یک عکسی، یک نقاشی در اینجا هست بی نظیر در عالم. بعد میدارن این نقاشی رو میبرن پر شیرید، میبینن یک جوونیست به زیبایی که نظیر نداره، شایستگی، رعنایی در این خطوط صورت، شایستگی و بزرگی وجود داره. علاقمند میگه این کیه؟ بس میگه بعد میگردن. بالاخره شاپور به خودش نشون میده و میگه من این کار کرد. میگه که این شاهنشاه ایرانه، شاهنشاه جوانیست که پایتختش هم که میدونید در تیسونه، و این بزرگترین انسان روی زمین امروز باز. شیرین عاشق این میشه، میگه من چجور میتونم؟ میگه تو هر وقت بخوای میتونی بیای از تیسون شروع کنی به حرکت بریم، اول بیای تو کرمانشاه به سپاه کوه بیستون، از اونجا با خسرو ارتباط پیدا میتونی بکنی. خلاصه قبول میکنه، راهنماییش میکنه که میتونی اینجور بیاد. بعد شیرین میاد بدون اینکه به عمش بگه من کجا دارم میرم، شبدیز رو زین میکنه. عمه اونقدر مطمئنه به قدرت مملکت، به آرامش مملکت و امنیت مملکت، که نمیگه دختر جان تو تنها میخوای بری، دوز هست، آدم کش هست، هیچ چیز بهش نمیگه، فقط بهش میگه مواظب باش، این اسب خیلی سرکشه، باید مواظب این اسب باشی. شیرین میگه من مواظبم، سوار میشه و حرکت میکنه.
7 شبانه روز تو راهه، خسته عرق کرده و احساس خستگی میکنه. حالا ببینید در طبیعت چجور نظامی درست میکنه. در این حال خستگی پدید آمد چون مینو مغزاری، مینو یعنی بهشت، پدید آمد چون مینو مغزاری، در اون چون آب حیوان چشم ساری، ز رشک آب اون رخشنده خانی، خانی یعنی چشمه، ز رشک آب اون رخشنده خانی به ظلمت رفت آب زندگانی، فرود آمد به یک سو بارگی بست، در نظاره بر نظارگی بست، چو قصد چشمه کرد اون چشمه نور، فلک رو آب در چشمه آمد از دور، پرندی آسمانگون برمیان زد. چرا؟ پرندی پارچه ابریشمی به جایی لنگی که میبندن به خودشون که وارد آب بشن، که اون موقع مثلا شاید ماهی ها نبوده، چرا این آسمانگون انتخاب کرده؟ این لنگی که به خودش میبنده وقتی میره تو آب، این پهن میشه رو آب، میشه آسمان. شیرین از وسط این مثل ماه طلوع میکنه. پرندی آسمانگون بر میان زد، شدن در آب و آتش در جهان زد، حصارش نیل شد، یعنی شبانگاه ز برج نیلگون سر برزند ماه، تن صافیش میغلطید بر آب، چو غلطد قاقمی بر روی سنجاب، به آب از گیسوان انداخته شست، شست یعنی تور ماهیگیری، به آب از گیسوان انداخته شست، نه ماهی بلکه مه آورده در دست. حالا ببینید یه حال تروک که روانشناسی پیش بیاد، مثلا با خودش فکر میکنه که یه ممکنه یه مهمان عزیزی که خود خسرو هم ممکنه باشه از اینجا عبور کنه، برای این مهمان چیکار باید بکنیم؟ باید اول بار یه شربت بهش بدیم، شربت گلاب. چجوری؟ ببین چشم میشه آب و اون زهر، شیرین میشه شکر و گل، که میشه یک شربت گلی در اینجا درست شده. مگر دانسته بود از پیش دیدن که مهمانی نوش خواهد رسیدن، و آب چشم سارون شکر ناب ز بحر میمون میساخت جلاب. حالا فکر کنید در اینجا یک دفعه صدای شیه اصل میاد، خسرو از اینجا عبور میکنه، اتفاقی صدای بعد این اصل شیرین رو هم میبینه و این میاد. حالا ببین خود یک پادشاهی ایدئالشه، آرزوشه که عاشق این دختره، که این دختره برم بیاره. حالا این دختر به پای خودش اومده، امروز باشه فورا پیاده میشه میره به گفت دختره رو میگیره. اما انسانها تربیت شدند که اگر این دختر یا این زن علاقمند بود به تو، دلش میخواست با تو بشینی صحبت کنه، سرش رو تکون میده، موهاش میریزن اون وقت، بعد یه لبخند میزن یعنی بیاد با هم بشینیم صحبت کنه. اگر سرش رو به عکس تکیه داد که موها بریزه رو بدنش، یعنی برو نکس اینجا مزاحم من نشو، تو چشمه هست لخته. خسرو از اینجا عبور میکنه، بعد شیرین یک دفعه سرش رو تکون میده، موها میریزن اونجا و این خسرو میفهمه که نباید اینجا بود، حرکت بکنه میره. یعنی شما نظم این باید بکشیم بیرون از این شعر که این چی میخواد بگه این نظامی، اینقدر لطیفه. خب حالا این صحنه تمام میشه، میاد بیرون و بعد میرسه به همین پای کوه بیستو. شاپور میاد میگه که این خونه، این تخت، این قصر در اختیار توه، این گلم گوسند که مال شاهه در اختیار توه، منتها از اون بالا بایستی شیر به دوشان بیاره. بعد شیرین دستور میده که خب شیر بیاره. شیرین به شاپور میخواد میگه که عزیز من، ما اینجا عادت داریم که هم شیر بخوریم هم بدنمون رو با شیر یه مالشی بدیم، ما به اصطلاح امروزی ماساژ بدیم. چه کار کنیم؟ این گله اون بالای کوهه، اینجا این خرزهره، شما اصطلاح خرزهره میدونید؟ گلهای مخصوصی است که به خصوص شمال که میرید میبینید اینا رو، انواع گلها رو دارن، اما نه انسان نه حیوان جرأت نمیکنه بهشون نزدیک بشه. این گیاه یک شیره، یک ماده از خودش ترشح میکنه که زهرآگینه، یعنی حیوان نمیتونه نزدیک اون بشه. نتیجه میشه که این گلهای گوناگون خودشو زرد و سبز و سفید و خوب سرخ و همه اینا رو داره تا آخری که باید پژمرده میشه. یه حیوان جرأت نمیکنه بشه نزدیک. من اسم اینو گذاشتم خورزهره و درسته،
خور یعنی خورشید، مهر. زهره یعنی شکوفه. خور زهره یعنی شکوفه مهر. خر زهره هم که ما میگیم الان در شعر هم داریم، خر یعنی خورشید. این میگه اینجا خر زهره هست و گله نمیتونه بیاد پایین. این ندیمه های من مجبورم دارن سر این کوه شیر به دوشن بیارن. تو یک کاری بکن که یه مهندسی، یک سنگتراش پیدا میشه این کوه رو بتراشه که این گله رو از اون بالا که میدوشن این شیرها بیاد اینجا و یه استخر درست کنه، یه حوضی درست کنه اینجا. میگه بله. وقتی اینو میگه شاپور میگه هیچ مشکلی در کار ما نیست، همه مسائل در زندگی ما حل. میگه که هست اینجا مهندس مردی استاد، جوانی نام او فرزان فرهاد، به گاه هندسه معجز نمایی، مجستی بند اقلیدس گشایی. من و او چو دو همزاد بودیم، به چین شاگرد یک استاد بودیم. میگه من این در اینجا درسامون رو خوندیم در رشته خونه، حالا رفتیم در چین، گفتن اونجا مثل الان که یه جوانی میاد لیسانس یا فوقدکترا میگیره بعد میره دانشگاه هاروارد مثلا دوره تخصص میگیره یا دوره فوقدکتری میگیره. من و او چون دوتا همزاد بودیم، به چین شاگرد یک استاد بودیم، چو از هر دانشی او پیشه برداشت، قلم بر من فکرد او تیشه برداشت. میگه قلم من نقاش شدم، او شد سنگتراش و هنر سنگتراشی و مجسمه سازی. با استادی چنین کارت براید، بدین شادی گل از خارت براید، که هر کاریست بی استاد دشوار، نخست استاد باید زون سپس کار. خوب دقت کنید، میگه که امروز یک استاد متخصص داره صحبت میکنه، هر کاری با استاد انجام میگیره، بدون استاد هم هیچ کاری انجام نمیگیره، که هر کاریست با استاد بی استاد دشوار، نخست استاد باید زون سپس کار. اگر فرمان دهی فرمان پذیرم، به دست آوردنش را دست گیرم. اجازه بید بعد بید من از خدا میخوام که اینو پیداش کنید. تجسس کرد شاپور و زمین را، به دست آورد فرهاد گزین را، به شادروان شیرین برد شادش، رسم خواجگان کرسی نهادش، در آمد کوکن مانند کوهی، کزو آمد خلایق را شکوهی. خب این وارد شد، بعد نشست اونجا معدب، شیرین نشسته، شیرین ببین صحبت میخواد بکنه. به شیرین خنده های شکری ساز، در آمد شکر شیرین به آواز، لب شیرین به سخن گفتن باز شد. به شیرین خنده های شکری ساز، در آمد شکر شیرین به آواز، شنیدم نام او شیرین از آن بود، که در گفتن عجب شیرین زبان بود، کسی را کن سخن در گوش رفتی، گر افلاطون بودی متهوش رفتی. خب فرهاد دیوونه میشه، عاشق میشه در اون لحظه اول و هیچ نمیفهمه دیگه، بلند میشه به همه میگه، میگه چی میخواد این زن، این بانو، این دختر؟ میگن این میخواد که یک کوه بیستون رو تو بکنی، گله رو بالا بدوشن، شیر بیاد یه سوز درست کنی پایین، دست بذاره رو چشمش، میگه چشم این کار میکنه، حرف رو میزنه، فقط با علامت دست رو چشم میزنه. گرفته عشق شیرین را در آغوش، شده معنی فرهادش فراموش. بلند میشه بره کو، این تیشه رو میگیره، اول یه سنگ رو میگیره، یه طرح از صورت شیرین در بیاره، هر روز میاد اینو میبوسه و میره شروع میکنه به کندن کوه. بعد ببینید داره با کوه صحبت میکنه که میگه که ای کوه، گرچه داری سنگ خاره، جوانمردی کن و شو پاره پاره. یک ماه تمام کار میکنه و طور میشه که جوب میکنه و میاد وارد یه حوض، بعد گله رو از اون بالا میدوشن، شیر آرام میاد وارد میشه. هنوز هم بعد از 2000 سال شما وقتی برین این حالت رو میبین، خبر میدن به شیرین که کار تمام شد، شیرین میاد به دیدن کار، وقت وارد میشه محو میشه. به شاپور میگه آخه این کارا بشر نمیتونه باشه، این باید خدا این کاری کرده باشه، کار طبیعت. میگه بله شده.
آفرین میگه. حالا شیرین بخواد مزد فرهادو بده، چه جور مزد بده؟ پول بده؟ اگر پول بده که این کار رو عشق کنده. پس باید یه چیزی باشه که با عشق تو هم باشه که مزد فرهادو بده. چه کار بود؟ اگر یک چیز، یه انگشتری، یک گردنبندی، یه دستمالی، یک گوشواره‌ای رو شیرین از گوش خودش یا از دست خودش یا از گردن خودش باز کنه، این برای فرهاد به اندازه همه عالم ارزش داره و همه عالم رو فرهاد نثار شیرین میکنه. حالا نشسته ز گوهر، ببینید نظامی چه میگه. ز گوهر شب چراغی چند بودش، که اخد گوش گوهربند بودش. از او هر شاخی مانند تاجی، و از او هر مهره شهری را خراجی. ز گوش آورد و با صد عذر چون نوش، شفاعت کرد کین بستان و بفروش. حالا فرهاد چیکار میکنه؟ برای اون گنجینه، این گوش براش گنجینه عالمه، برای اون گنجینه فرهاد آفرین خورد. ز دستش بستد و چیکارش کرد؟ ز دستش بستد و در پایش افشد. همه عالم رو نثار پای شیرین و از اونجا راه سراگیر بند بلند شدن. حالا یک دفعه که اونجا نشسته بود، یکی محرم ز نزدیکان درگاه، فرو گفتین حکایت جمله باشا. یک دفعه رفت پیش خسرو پرویز گفت که چی نشستی؟ که یک مهندس گردن کلفتی اومده و عاشق شیرین شده. حالا ببینید، باید اینجا خسرو عصبانی میشه، بگه برید گردنش رو بزنید، برید به دارش بکشید. نه، دل خسرو به نحوی شادمان گشت. چرا؟ که با وی بیدلی هم داستان گشت. ای مرد، ببینید یه مهندسی شیرین دیده عاشق شد. حالا فکر کنید به من نگید شاهنشاه مملکت چرا عاشق میشه. دل خسرو به نحوی شادمان گشت، که با وی بیدلی هم داستان گشت. اما ز دیگر سوی غیرت برد بدیار، که صاحب غیرتش افزود در کار. اما در آیین ایرانی، حالا این نظامی داره اینو میگه، شما بگید که نه اینجوری نبوده، نظامی داره اینو میگه. در آیین ایرانی شاهنشاه، شاهان، فرمان روایان بدون مشورت و رایزنی حق ندارن تصمیم بگیرن برای کاری. حالا چگان خسرو چیکار بکنه؟ ز نزدیکان خود با محرمی چند، نشست و زد در این معنی دمی چند. که با این مرد سودایی چه سازم، بدین مهره چگونه حق بازم. گرش مانم اگر رهاش کنم، گرش مانم از او کارم تباه است. وگر خونش بریزم بیگناه است. به چه جرمی من نیومد به شیرین بگه باید یه بغل من بخوابی؟ که ببینید هنر در این سخنور اومده چه کرده. گرش مانم اگر رهاش کنم، زندگی تلف میشه، من عاشق شیرینم، اما اگرم بخوام بکشمش گناهش چیه؟ که گناهی نکرده. گرش مانم از او کارم تباه است، وگر خونش بریزم بی گناه. من مخصوصا اینو تکرار میکنم و میشکافم که بدونید چی در این بیت اومده. وگر خونش بریزم بی گناه است. خردمندان چنین دادند پاسخ، که ای دولت به دیدار تو فرخ. گر این آشفته را تدبیر سازیم، نزاهند کس زرش زنجیر سازیم. این دیوونه که الان دیوونه شده، اینو ما اگه بخوایم تنبیش کنیم زنجیر به دستش نمیبندیم. بله، حق داری شما، ما چون گناهی نکرده. اینو با طلا، با زر دست باز چه میبندیم؟ طلا که بدی همه کس از همه چیز داریم. حالا مردم به ذهن خودشون حساب بکنن. گر این آشفته را تدبیر سازیم، نزاهن که از زرش که از زنجیر سازیم. به زر نزد دل ستان که از دین براید، بدین شیرینی از شیرین براید. پول به هر کس بدی دینش هم از دست میده، چه برسه به مجروح. خلاصه گفت پس برید فرهاد پیدا کنیم بیاریم. حالا فرهاد وارد شد، این مثل اون دفعه در آمد کوکن مانند کوک. حالا خسرو نشسته رو تخت، تمام سرداران هم نشستن، فرهاد وارد شد. در آمد کوکن مانند کوک، کز او آمد خلایق را شکوکی. نه در خسرو نگه کرد و نه در تخت، چو شیران پنجه کرد اندر زمین سخت. ز بالا پیل بالا را نشوندن، چند نفر آمدن گفتن بفرمایید بشین روی صندلی. ز بالا پیل بالا را نشوندن، به پایش پیل بالا زر فشوندن.
چو زر، فقط یک زر برای یک گوهر فقط برای این وجود داره و اون شیرینه. و بگی که چو گوهر در دل پاکش یکی بود، به دیده گوهر و خاکش یکی بود. چو مهمان را نیامد چشم بر زر، اصلا به تمامی تنها و جواران نگاه نکرد. چو مهمان را نیامد چشم بر زر، ز لب بگشاد خسرو درج گوهر. خسرو شروع کرد باش گفتگو. این گفتمان رو شما در تمام ادبیات دنیا پیدا نمی‌کنید. حالا گفت بشین صحبت. خسرو پادشاه بود بگیره بره بکشن. چرا میشه باش صحبت کنه؟ قارون مملکته که این آدم میخواد قانعش کنه که بره کنار. تو مهمان را نیامد چشم بر زر، ز لب بگشاد خسرو و درج گوهر. نخواستی، حالا به این گفتگو خوب دقت کنید. نخواستین بار گفتش از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت اونجا به صنعت در چه کوشد؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشد. بگفتا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشقبازان این عجب نیست. بگفتا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفتا از صبوری دل خجل نیست. بگفت این دل تواند کرد، دل نیست. بگفت اگر کند چشم تو را ریش، بگفت این چشم دیگر آرامش پیش. بگفت اگر خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفت اگر کسش آرد پراچنگ، آدم گردن کرفت بیاد اینو. بگفت آهن خورد بر خود بود سن. خب حالا من که شاهم، من که قدرت دارم. بگفت ارمن کنم در بینگاهی. بگفت آفاق را سوزم به آب. چه عاجز بود خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. به یاران گفت کس خاکی یا آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. حالا تمام این تفسیرهایی که روی نظامی گاز کردن شیر خسرو، بله وادار کردن که یه پیرزنی بیاد و کرا سری بذاره بود، اینا رو رها کنیم. ببینید گفتگو تا کجا رسیده الان اینجا. حالا خسرو مونده، بعد شاپور میخواد میگه خب حالا چه کار کنیم؟ میگه راه کار اینه که شما یه روز تشریف بریم مثلا در قصر شیری. حالا خسرو بلند میشه قرار میذارن فردا مثلا تشریف بیارن اینجا. شیرین دستور میده تمام درگاه ها رو زیبا و زینت میکنن، ندیمه های متعدد میشینن، ظرف های جواهر دستشون که وقت خسرو میاد بریزن به پای خسرو. تخت مخصوصی هم برای خسرو میذارن، اما در دروازه رو دستور میده ببندن، خودش میره رو مهتابی میشینه بالا که درست راه رو ببینه. حالا ببینید صحنه رو چجور نظامی درست میکنه. در دروازه را فرمود بستن، کنیزی چند را بر در نشستن. به دست هر یک از بحر نثارش، گوهر چندان که بود بی حد شمارش. ز مقرازی و چینی بر گذرگاه، بساط خسروی افکنده در راه. به بام قصر خود بنشست چون ماه، نهاده گوش بر در چشم بر راه. که از ره گردی آمد توتیا رنگ، که روشن چشم از اون چون چشمه از سنگ. پدید آمد مهین شه سواران، پیاده در رکابش تاجداران. حالا خسرو رو تشسر میکنه که خسرو با اون عشق و هیجان داره میاد، عرق کرده، این عرق صورتش رو گرفته. صورت خسرو رو تشبیه میکنه به گل یا به قواس که رفته تو دریا مرجان شکایت وارد بیاره. این آب عشق مثل دریاست که رو نگرفته. اسبش مثل یک تذروی به رقص آمده. گلش زیر عرق قباس گشته، تذروش زیر ران رقاص گشته. حالا وارد میشه در بستن، نگاه میکنه بارا، میده شیرین نشسته اون مهتابی. میگه تو کن در لب نمک پیوسته داری، به مهمان بر چرا در بسته داری؟ درم بگشاد کآخر پادشاهم، به پای خویشتن عذر از تو خواهم. زمین وارم سها کردی به پستی، تو رفتی چون فلک بالا نشستی.
از اون بالا بهش میگه اگر مهمان مایی ناز من مای، به هر جا که فرودارم فرودار. بعد با لبخند میگه تو مهمان نیستی، باز شکار طمع دادی به کبک کوسار. خسرو عصبانی میشه و میره، شیرینم پشیمون میشه. چه کار میشه حالا؟ شاپور میگه هیچ مشکلی نیست، هنر همین مشکلات رو حل میکنه. سالون همینجا یه اتاق اونوره یه اتاق اونوره، اینم سالون، پرده های این اتاق ها رو میکشن، خسرو تو یه اتاق نشسته، شیرین در یه، نکیسا میشینه اینور، باربد میشینه اینور، نکیسا و باربد شروع میکنن به هنر موزیک ساز میزنن، به آواز میکنن. از زبان اونها مثل که زبان دل اونها رو میدونن. اونقدر وقت خسرو میگه من به تو عاشق بودم، من تمام زندگی بر تو گذاشتم، شیرین میگه من فقط تو رو میخوام، همینجور که میگه جوری میشه که شیرین از اینجا به هیجان میاد، خسرو از اینجا بعد یک دفعه میان پرده ها رو میذارن کنار، همزمان با هم وارد میشن تو سالن، همه در آغوش میگیرن. بعد وقتی که خیلی با هم دیگه رو میبینن میبوسن، شیرین خودش رو میکشه کنار، خسرو باز ناراحت میشه، شاپور وارد میشه، به شاپور میگه حالا دیگه چرا این خودش میکشی؟ میگه این دختر به تو عاشقه، دلش میخواد عشق، عشق غیر از شهوته که تو با یک زنی برسی شهوت رانی بکنی، فقط این میخواد با تو اونجور باشه که اون روزگارا مثلا فقط خسرو اونجا تالا گفتن 300 تا زن داشته، در حالی که ما در داریم که فقط یه زن به نام شیر شکر و یکی که مادر شیرویی است. میگه که تو زن داری، من که دیگه کرمسرا رو نمیخواد درست کنیم، حالا با هم عاشق و مشروب دوستیم. اون وقت میگه که بعد شاپور میگه من مجلسی رو درست میکنیم، شیرین میشینی بر تو هم میشینی اون بر، دخترهای و زنهای جوان قصه میگن، مردم هم قصه میگن، اون وقت بعد شیرین صحبت میکنه، بعد تو صحبت کن، جواب همدیگر رو بدیم. این گفتگو باعث میشه که شما به هم تمایل پیدا کنیم. حالا جلسه ای درست کردن و شیرین نشسته اینجا، خسرو نشسته اونجا، شیرین میخواد صحبت کنه. دخترها که هنوز هم دوره ما هم بود که وقتی میخوان صحبت کنن و در ازدواج کردن نامزدی زمین نگاه میکنن با دستشون، مثل یک چیزی دارن مینویسن. سخن چون بر لب شیرین گذر کرد، هوا پر مشک و صحرا پر شکر کرد. ز شرم اندر زمین میدید و میگفت، که دل بیار بود و عشق بی جفت. چو شاپور آمدن در چاره کار، دلم را پاره کرد اون پاره کار. قضای عشق اگر چه سرنوشت است، مرا این سرنوشت او درنوشت است. چو دور آمد به شاه خسرو گفت باری، سیه شیری بودن در مرزاری، گوزنی بر ره شیر آشیان کرد، رسن در گردن شیر جیان کرد. من اون شیرم که شیرینم به نخشیر، به گردن بر نهاد از عشق زنجیر. اگر شیرین نباشد دستگیرم، چو شمع از جنبش بادی بمیرم. وگر شیر سیه آید به حربم، چو شیرین سوی من باشد بچربم. دگر ره طبع شیرین گرمتر گشت، دلش در راه خسرو نرمتر گشت. ببینید اینجا دیگه به ندمقات ساغره نمیگه بیاد، قدح پر باده کرد و تب پر جوش به خسرو داد، که این را نوش کن نوش. ملک هر دم ستد چون گل شکفته، از اون لعل نسفته لعل سفته. هیچ کس حالا متوجه نکته نشده، لعل نسفته یعنی چی؟ لعل سفته یعنی چی؟ لعل رو شما در نظر بگیرید، گوهر لعل، این لعل سفتن یعنی سوراخ کردن یا ساویدن. لعل نسفته یعنی دوشیزه، باکره، دختر. لعل سفته یعنی لعل ساویدی ریخته تو پیاله بلورین شراب. ملک هر دم ستد چون گل شکفته، از اون لعل نسفته لعل سفته. گهی گفته ای قدر شب رخت بندد، تو بگری تلخ تا شیرین بخندد. گهی گفته شفق من مای دندان، مخند آفاق را بر من مخند. این صحنه میگذره، باز شیرین دست نمیده،
خسرو به شاپور میگه خب تکلیف چه؟ میگه یک جلسه ای میذاریم، الان فصل بهاره، یک جلسه ای میذاریم میشینیم همه شروع میکنیم به می خوردن، یواش یواش همه اینا که نشستن مست میشن میرن بیرون، تو شیرین باقی میمونیم اون چه دیگه بگیری همدیگر در آغوش هر غلطی میخواید بکنید بکنید. حالا ببین امشب اینو من دیگه سخنم پایان میدم با همین قسمت، مثل امشب الان بهار دیگه با تنوز فروردین، شبی از جمله شبهای بهاری سعادت رخ نمود و بخت یاری، سفیر مرغ و نوشانوش ساقی ز دلها برده اندوه و فراغی، حریفان از نشستن مست گشتن به رفتن با ملک هم دست گشتن، مهیا مجلسی بی گرد اغیار به نامی زد، خدا بخواد به نامی زد گلی بی زحمت خار، سر زلف گرهگیر دلارام به دست آورد و رست از دست ایام، لبش بوسید و گفت ای من غلامت بده دانه که مرغ آمد به دامت، من و تو جز من و تو کیست اینجا، حذر کردن ز بحر چیست اینجا، چه باید زهر در جامی نهادن ز شیرینی برو نامی نهادن، یک امروزی من دلسوز را باش، اگر روزی بودی امروز را باش، اگر چه ناز تو دل تازه دارد ولی که ناز هم اندازه دارد، شکر پاسخ به لطف آواز دادش جوابی چون تبرزد باز دادش، که گر نازی کنم منظورم آن است که در گرمی شکر خوردن زیان است، چون این گرمی برا ساییم یک چند مرا شکر مبارک شاه را قند. حالا اشوه های زن رو نشون میده که این زن وقتی که بخواد ژرف‌ترین دل قسمت دل طرف رو بکاوه چه کار میکنه، یک کمی عشق میرسه، این عشقش تبدیل میشه تشبیه میشه به الماس، گونه هاش تشبیه میشه به گل سرخ یا مثلا گوهر، یا اینکه دندونش رو میذاره رو لبش یعنی اذیت هم نکن. این حالت رو ببینید چجور نظامی تجسم میکنه، بگید اگر نازی کنم منظورم آن است که در گرمی شکر خوردن زیان است، چون این گرمی برا ساییم یک چند مرا شکر مبارک شاه را قند، و زن پس بر عقیق الماس می داشت، زمرد را به افعی پاس می داشت، سرش گرد سرکشی را رهنمون بود، تقاضای دلش یارب که چون بود، چون سر پیچی گیسو مجلس آراست، چو رو گردان گردن عذر اون خواست، چه خوش نازیست ناز خوب رویان ز دیده رونده را دزدیده جویان، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز به دیگر چشم دل دادن که مگریز، به صد جان عرضت اون ساعت که جانان نخواهم گوید و خواهد به صد جان. این تو باید تمام بشه. حالا داستان اون است که شیرویه پدرشو میکشه و یعنی میفرسته تو زندان، یه نفر هم میفرسته که بودی تماش کن، این با کارت بزنه پهلوی خسرو پرویز رو پاره میکنه، خسرو پرویز رو بعد میدارن ببرن توی یه تالار بزرگی که بعد بذاره توی آرامگاه ویژه خودش. این تیکه فقط یه بیت شاهکار عالمه، وقتی که حرکت میکنن شیرین هم بیاد بیرون، بعد میبینن شیرین زیباترین لباسش پوشیده و رقص کنن به دنبال جنازه خسرو حرکت میکنه، همه با خسرو میگن این دختر که این اون عاشق خسرو بوده و خسرو این مثل که خوشحال از این که خسرو مرده، همینجور که میدن خسرو در اون تالار مخصوص میذارن، شیرین موقعی که حرکت میکنه یه کارتی زیر لباسش پنهان میکنه با خودش میبنه،
به اون موبدی که اونجا نگهبان اون جاست میگه که تو چند دقیقه به من وقت بده، من با خسرو خداحافظی کنم، با جنازه خسرو. میگه خواهش. این میره پهلوی خسرو، میره لباس خسرو رو باز میکنه، درست قسمتی پهلوی خسرو باره شده، همون قسمت رو کارد رو میذاره به بدن خودش و این قسمت بدن شکافته شده خودش رو میذاره رو شکافته شده خسرو، لبش رو میذاره رو لب خسرو و فریاد میزنه. مردم همه از بیرون میفهمه چه خبر شد، بلند میشن میان میبینن که هم شیرین مرده هم خسرو، و درست نگاه میکنن میبینن شیرین این قسمت بدن خودش رو پاره کرده که روی اون پارگی خسرو گذاشته شد. که نظامی با این بیت سخن تمام میکنه، میگه به جز شیرین که در خاک درشت است، کسی از بهر کس خود را نکشته. شبتون خوش باشه.